هی کاش مثلا پارلمان با این بازی های کوچک مصروف نمیشد دیگه، مثل سابق وره بازی های بسیار کلان ملی در بیرون وجود داره، بازی های بسیار کلان منطقوی وجود داره برای افغانستان همیاله، بازی های کلان بین المللی وجود داره، ما شما در خط بحث داریم که از جیوپولیتیک جیو اکونومیک و غیره، ولی ما در یک بازی کوچک درونی پارلمان تنها به خاطر خود ما میاندیشیم. این بسیار آیا این بازی های کوچک به خاطر منافع خودیشان است و یا اینا با بازی مصروف به داخل اتاق؟ من از این خاطر من میمیشم ده ها دکاندار جولی بحث ما همی بود که وقتی مگپ میزدم نه تنها این رد میکردن بلکه حتی شکل تنفر خود ابراز میکردن به این معنا که ما در حقیقت رفتیم به سوی چیزی که ناممکن است، به این معنا که در صورتی که اگر آمریکا می بود و در صورتی که مثلا ما سطح زندگی ما و سطح اقتصاد ما بر حد می بود که میتونستیم چنین کار را انجام بدیم و منابع فراوان مالی می داشتیم، ما گفتیم که یک کار هست میتونه که هم در حد نیست که بتونه ما را از ایالت بکشه، پارلمان به عوض از اینکه روی برنامه سازی اساسیه که بتونه بعد از 2014 کار رو انجام بده، بتونه در حقیقت این برنامه های دو تا کاندیده که الان میره که باید ائتلاف کنه با هم نزدیک بسازد به وجود بیاره که باید همی کار شوه، قوانین معین را ایجاد بکنه، میره به طرف از این که ما کمک شویم. من با کمکش هیچ گونه مخالفت ندارم، با کمکی که برای پارلمان شوه، ولی تمامی شروط را که پارلمان میگذاره و تمامی واریانت هایی که میگذاره و این که باید چنین شوه و چنین شوه بازور مورد قبول واقع نمیشه. چرا؟ شما ببینید که دو تا بادیگار یا محترشان، پاسپورت سیاسیشان و مسئولیت سیاسی، مسئولیت فامیلشان و معاش 25%، شما اگر امسال فکر کنین و برین 10 سال بعد، با 10 سال بعد فکر کنین کدام احمق در افغانستان به وجود خواهد آمد که 10,000 دلار داشته باشه و تلاش نکنه به این خانه در آید. مجرد که به این خانه در آید، این خانه مسئولیت دائمی یک شخص مانا داره. اگر من وکیل شم سال آینده، مانا داره که من خودم، فامیل من، مسئولیت امنیتی و غیره من کاملا به وجود میاد و من هیچگاه یک چوکی را با خون خود میلا نمیکنم. از این لحاظ من فکر میکنم شما تشویق میکنین او کسایی که امروز کم وجدان دارن و میگن که ما چطور برم در پارلمان که قانون یاد ندارم، ما چطور به پارلمان برم که اقتصاد یاد ندارم، ما چطور برم در پارلمان که در پارلمان که ما کار نمیتونیم چطور برم. ما تشویق میکنیم اون آنهایی را که بیان نیست پارلمانی خود کاندید کنن بر زرایه داخل شوه و چنین امتیازات رو به خودش بگیره. میایم با شما دوباره برمیگردیم انشاءالله. میریم با آقای فرهنگ. همونطوری که دکتر سید مسعود فرمودن که بودجه انکشافی از این کشور از طرف خارجی ها و بودجه عادی که 40% از این بودجه عادی هم کسر داره از منابع داخلی تمویل میشه، با این وجود چنین امتیازگیری ها از سوی مجلس محترم نمایندگان افغانستان به نظر شما که مدت زمان وزیر تجارت از این کشور بودین یک افتضاح نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما میهمانان گرامی و همچنان تمام بینندگان محترم. همونطور که شما گفتین ما در شرایط قرار داریم امروز که نه تنها نمیتونیم بودجه عادی خود را از موارد داخلی خود تکافو کنیم، بلکه تمام مصارف دولت را که مطابق به قانون اقتصاد که وظایف دولت روز به روز انکشاف میکنه و مصارف بیشتر ایجاب میکنه، او را به هیچ صورت ما نمیتونیم که بر سطح سالهای طولانی تکمیل کنیم و تکافو کنیم. اینال در تمام کشورها به شمول کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز ما میبینیم که کل مصروف عزیزتند که دولت در مصارف خود چطور پسنداز بکنه، یعنی تا کنام اندازه میتونه از هر جای مثل که یک زغاله خمیره میبرن باز یک توتیش میکنن اینطور از هر جای بکنه برای از اینکه مصارف دولت کم شوه و بتانه از این کمبود مصارف دولت یا کم کردن مصارف دولت دیگر پروژه ها دیگر فعالیت هایی را که باید برای رفاهیت مردم انجام داده شود در اونجا سرمایه گذاری کنه. در افغانستان معکوس از این متاسفانه میشه. ما و شما از روز آغاز تا به امروز که میبینیم سطح معاشات تنها در خود شورای افغانستان نیست، بلکه در تمام دستگاه اداری دولت افغانستان که تمام قوا را در بر میگیره
روز به روز مصارف معاشات و امتیازات کلگی زیاد میشه. خب در بعض جای تنظیم شده بود، مثلا وزرای کابینه یک معاش معین داشتن، وقتی که از وزارت خلاص شدن باز نه معاش بود نه دیگه، او هیچ امتیازات دیگه وجود نداره. در پارلمان معاش افزایش معاش در یک حلقات محدود از کادرهای از کشور است. هیچ زمانی معاش از معلم بلند نشده، از یک سرباز بلند نشده، از یک افسر بلند نشده. خب موضوع دیگه بود صاحب. مثلا در پوانتون از حال نه، از وقتی که پوانتون کابل تأسیس شد، استادانی که در پوانتون میرفتن چون درجه علمی میگرفتن، هر درجه علمی با یک اندازه یک امتیاز مادی بسیار قلیل بود. مثلا یک پوهاند در وقت همو معاش امتیازی 3000 افغانی بود. حالا من نمیفهم چقدر است. حالا شاید بسیار زیاد بلند باشه. یعنی او اتو یک فشار بسیار کلان به سر بودجه افغانستان نبود. او وقت افغانستان در وقت در حد بودجه خودش تامین کرده میتونست. خود عواید داخلی افغانستان بودجه افغانستان تامین میکرد. حالا در شرایط فعلی که ما خودمان نمیتونیم که تقریبا 60-70% بودجه خود عادی خود را بودجه انکشافی رو بانه. این تکافی رو نمیتونیم. اینطور مخارج یا مصارف اضافی را به دوش دولت انداختن، در حقیقت دزدی از رفاهیت مردم است برای رفاهیت یک تعداد محدود اشخاص که نه تنها بسیار مرفه زندگی میکنند، بلکه در تمام این مدت البته استثناءات وجود داره دزدی کردن، قاچاق کردن و از هیچ جنایت روگردان نشدن. شما امروز برین سبلا، من بسیار به صراحت لهجه میگم، شما وقتی که برین در این منطقه پل چرخی، دمی رای جلال آباد، دمی پیش از اینکه شما دمی دره داخل شوید، همین کوههایی که به طرف دست راست شما هست، دست چپ شما، اینا را یک تعداد از این وکلای شورا نمره بندی کردن فروختن، یعنی بیت المال فروختن و خود را میلیونر ساختن. همه شما برین در بسیار جاها، شما قصه دشت پدوله را خبر دارین که او برزی گذاشته شده بود که برای یک تعداد مامورین بی‌بضاعتی که دارای عاید ثابت هستند و با بلند رفتن قیم در بازار اینا زیادترین ضرر می‌بینند. اونو که زمین گرفتن چور کردن، هر کدومش 3 خانه داشت، خانه دیگر هم بر خود گرفتن. همه شما شیرپور فکر کنید، همه تو بسیار جای دیگر فکر کنید. یا کلش امتیاز طلبی هایی است که اینا میفهمند که ما شاید دوره دیگر نمانیم، اما از امیاد باید است که غم خود بخوریم تا که آخر زندگی خود ما و آل اولاد ما به کلی تأمین باشه و شاید این چانس پس به دستمون بیه. از او خاطر است که او کسانی که همین جرأت دارن و به صراحت لهجه در مابین پارلمان در تالار ایره بیان میکنن و میگن قابل ستایش هستن، و اوایی که تالار ترک میکنن یا اعتراض میکنن که چرا امتیازات برای ما شما نمیتونید، یعنی چرا امتیازات داده شوه، یک تعداد مردم افغانستان شما را برای یک دوره معین به حیث نمایندگان خود فرستاده. دمی دولت هر چی کرده زیاد یا کم شما قرض نمیگیرید، یک سلسله امتیازات به شما داده. وقتی ختم بشه یعنی چی؟ کدام منطقی اجازه میده که باید این امتیازات تا آخر عمر بر از نابانه؟ او تنها رؤسای جمهور هستند در تمام دنیا با یک تعداد مامورین دیگه که فکر میکنم از ستر محکمه باشند دیگه باشند که بعد اونا در یک کار دیگه پس شروع کردن نمیتونن، اونمو معاش برشون داده میشه. شما امیال در مابین شورای افغانستان که برین، اکثریت از اینا در پالوی معاش و امتیازاتی که میگیرن در تجارت اینا دخیل هستند. ما رئیس وزیر تجارت پیش ما امیال اسنادش موجود است، 100-200 دانه ورق کاغذ پیش ما موجود است که اینا آمدن و چی تقاضایی از ما کردن. و وقتی این چیز ما به میدان بکشیم باز چیز به شما را استیضاح میکنیم، شما را سپاس بکنن، برای مهم نیست. یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه صحبت های خود شما دنبال خواهیم کرد. خب اینا این قانون طرحش اینا بر خود تیار کردن، مثل که خانم روشن گفتن در پشت برده شاید یک تعداد شدن می امتیاز طلبی بر خود برابر کردن. یا آمد برملا شد در مابین ولسی جرگه، از اونجا تیر شد آمد به سنا، در سنا رد شد، درست؟ و دیگه در سنا رد شد، اینا پس ایجاب میکنه شاید احتمالی از این میره که از شورا از ولسی جرگه به سنا بیای، از اونجا پس اونجا بره. بالاخره نظر به تعامدی که وجود داره، اگر بین دو اردوی مجلس این حل و فصل نشد، بالاخره ای را و قانون مبدل میشه و یک کمیسیون میای سرزی تجدید نظر میکنه،
و آیا قبول میکنه نمیکنه خودش یک سوال است و بعد از این میره بر توشی اگر قبول شد اینا هر کسی که باشه چی رئیس جمهور نو بیایه چی رئیس جمهور سابقه می فعلی بانه اگر اتو یک قانون توشی میکنه و نافذ میکنه و هم مرتکب خیانت ملی در افغانستان تشکر در این حالت خانم منیره دولت افغانستان چی باید بکنه ما فکر میکنم پیش از اینکه ما بیایم در مورد وظایف دولتی که در 13 سال گذشته همیشه نتونسته وظایف خودشو به خوبی انجام داده یا قانونگذارانی که قانونگریزتر از مردم بودن صحبت کنیم بیایم در مورد وظایف مردم صحبت کنیم که خوشبختانه نهادهای مدنی ما به محضی که در رسانه‌ها تصویب قانون افشا شد انعکاس داده شد نهادهای مدنی ما بسیار خوب تونستن عکس العمل خوب نشان بدن و حتی با شعارهای بسیار خوب به تمسخر کشاندن این خیانت بزرگ ملی را اونها وظایف خودشان رو به خوبی انجام داد ولی این طرف وظیفه دولت به خصوص مجلس سنا است که خبر خوش امروز به دست ما رسید که مجلس سنا حالا به هر دلیلی میشه یا به این خاطر که میخواد نشان بده که احترام بگذاره به عقاید مردم یا به این دلیل که اونها میخواستن خودشان حساب خودشان از ولسی جرگه جدا بسازن یا به هر دلیل دیگه این را رد کردن وظیفه دولت به خصوص رئیس های جمهوری هستش که اصلا با نه تنها موافقی نباشه که بازنگری شود بلکه اصلا باید کاملا این رد شود این قانون زمانی که ما تقریبا 6 ماه پیش بود یک مؤسسه تحقیقاتی اعلان کرد که وکلای محترم تنها 3% از وظایف خودشان را در رابطه با مراجعین خودشان انجام دادن این 3% و خواسته های امروز اینها که حتی اگر بگیم 25% از حقوقشان باشه یا یک پاسپورت سیاسی کاملا نشان میده که اینا چقدر جاه طلب هستن چقدر به فکر منافع شخصی خودشان هستن و اینا به نوعی میخواین تحمیل کنن حضور خودشان و حضور سیاسی خودشان و ای که به نوعی میخواین مردم رو مجبور کنن که در دوره بعد به اینها رای بدن اگر کاندید کردن و یا ای که تمام حقوق و مزایای اونا به فیصدی کمتر در اختیار اونا قرار بگیرن بله در اساس قانون وکلای ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان دو تا وظیفه بسیار مهم و اساسی را در پیش رو دارن که یکی مسئله تقنین است و نظارت از اعمال حکومت به نظر شما به نحیس فعال مدنی پارلمان افغانستان به ویژه مجلس چقدر تانسته امی وظایف خود انجام بده؟ خب من میره اشاره کردم که اینا تنها 3% تانستن وظایفشان انجام بتن در رابطه با نظارت بر حکومت شما این آمار از کجا گرفتین 3%؟ این یک مؤسسه تحقیقاتی 6 ماه پیش اعلان کردن که اینا 3% فقط حالا نامش رو فراموش کردم 3% از وظایف خودشان تانستن انجام بتن که در رسانه هم منظور شما 3% از یا 3% 3 بله و خب از این آمار نشان میده که اینا چقدر تانستن این دو وظیفه مهمشان انجام بدن و در عین حال شما ببینید قوانین زیادی بر ترتیب بر قانونی که بوده اسناد تقنینی زیادی به تصویب شما ببینید امی قانون منع خشونت حالا هم تو مانده خب تنها قانون منع خشونت مانده اما قوانین دیگه ببینید قوانین چیزی رو که امی مؤسسه تحقیقاتی اعلان کرده ما برای تو وی ردن رسانه ها منکاس دادن که بسیار اینکه تفسیر خانم بلقیس روشن در ارتباط داشته باشیم که اینا امی رقم 3% مجموع کار شورای ملی را تشکیل میده در بخش تقنین خب او را به فیصدی آدم نمیتونم دقیق بگوی 3% یا 2% یا 5% اما نظر به ضرورت های مردم اگر ببینیم یا نظر به امتیازاتی که خود نماینده های شورای ملی میگیره ما میگیم که کمترین و کمترین کار به مردم کرده او فیصدیش ما میگیم که 90% باشه وقتی که مشکل مردم حل نشه یا 5% یا 3% صفر است هیچ از نظر شما روزی که روز جلسات عمومی ببینیم که اکثر قوانین میمانند به تصویب نمیرسه به خاطر عدم نصاب شما میبینید که دائما غیر حاضرای دائمی دارن در دو مجلس که به طور نمونه گفته مردم هم یکیش که جناب صبغت الله مجددی است که شما ببینید 4 سال تمام غیر روز اول که آمده سوگند خورده که من کار میکنم تا امروز نامده و یک روز پولش نسخته